Нахутак. Буд набуд дар як деҳае деҳқоне бо занаш зиндагӣ мекард. Онҳо фарзанд надоштанд. Барои ҳамин зиндагии онҳо бо ғаму ғусса мегузашт. Боре дари ҳавлии онҳоро пирамарди ришсафеди ришдарозе тақтақ мекунад. Деҳқон дари ҳавлиро кушода пирамардро ба дарун даъват мекунад. Зани деҳқон ҳамон замон дастархони пурнозу неъматро паҳн мекард. Дар чойнике пурнақш чойка буд, пиёлаҳои зебо ва кулчаҳои равғанинро овард. Дар рӯи суфа курпачаи мулоим партофта, пирамардро ба нишастан даъват намуд. Пирамарди ришсафед чой нӯшиду нон хӯрд. Сипас, ба чолу кампир миннатдорӣ изҳор карда, гуфт: «Худоё! هر نیتی که داشته باشد عملی گردد.» همین طور واقعا هم ارزوی دیرینه دهقان و زنش عملی شده. در خانه آنها پسرچه تولد شد که خیلی خردکک بود و از این سبب پدر و مادرش او را نخوتک نام نهادند. سالها گذشت و نخوتک با کارهای خانه با مادرش یاری می رسند. اگر مادرش با آب رود، پسرک ستیل را از او پیشتر گرفته با لبی جوی می دوید. مادرش مستوبه پختن خواهد، نخوتک دویده برنج می آرد. باره مادرش با گوشت قیمه اوگرو پختن خواست که با صحرا برای شوهرش برد. همون زمان نخوتک آمد و گفت: «مادر جان، من می برم.» او طبقچه را با خوراک به سرش گذاشت و به صحرا رفت. راهروان سرود می خوند. مردم حیران بودند که گویا در راه سرودخوانان طبق می دوید. کسی که طبق را می برد به نظر نمی نمود. نخوتک به صحرا رسید و دویده به نزد پدرش آمده گفت: «بیشین پدر جان، خوراک بخور، من خودم می دروم.» «تو دست را برداشته می توانی پسرم؟» «می توانم پدر جان.» جواب می دهد نخوتک. تو وقتی که پدرش خوراک می خورد، نخوتک نصف زمین گندم را دروید. پدرش خوشحال شده آفرین گفت به پسرش. نخوتک به خانه برگشت. در راه باز سرود می خوند. ناگهان با او گرگ روبرو شد. گرگ گرسنه بود. وی پسرک را دست گرفت ولی فرو برده نتوانست. نخوتک در بین دندانش بند موند. گرگ از گرسنگی می دوید و در راه رمه گوسفندان را دید. همین که وی گوسفند را خواست دهن زند، نخوتک از بین دندانهای گرگ داد زد: «ای امک چوپان، گرگ گوسفند تو را خوردن می خواهد.» چوپان این صدا را شنیده گرگ را راند. گرگ باز رفتن گرفت. در جای دید که رمه بوزها می چرند. همین که گرگ بوزیچه رو خوردن می خواست، نخوتک باز داد گفت: «ای بوزها، احتیاط شدید، گرگ بوزیچه رو می خورد.» این صدا رو بوزی شاخدار کلان شنیده، شاخهای خود رو راست کرده به سوی گرگ دوید. گرگ گریخت. هر کجا که گرگ می دوید و با زبانی تیزی خود چیز گرفتن می خواست، نخوتک از بین دندانهای او داد می گفت. گرگ بزور می دوید. از گرسنگی خیلی بی‌حال شد. وای از این پسرک بیزار شد و چی طور خلاص شدنش رو نمی دانست. خواست که او را از بین دندانهایش توف کند، نشد. نخوتک در بین دندانهای گرگ مستحکم جایگیر شده بود. گرگ سرش رو می جنبوند که وی به زمین افتاد، این هم نشد. گرگ باز دوید. از پیش روحش یک چقوری برآمد. گرگ ایستاد، کوشید که پسرک رو با زبانش از بین دندانش برآورده با چقوری تیله دهد. نخوتک با چقوری افتید. گرگ هم خوشحال شد و باز هم گریخت. نخوتک در تگ چقوری موند و نمی دانست که از آن چه خل براید. پسرک بلند صدا برآورده از دیگران یاری خواست. پس از فرصته دید که در لبی چقوری پیرمردی ریش سفیده پیدا شد. با دست او عصا بود. نخوتک خوشحال شد و با صدای بلند جیغ زد: «بابا جان! ای بابا جان!
Мойсафеди риш дарози риш сафед ин ҳамон сеҳргаре буд ки падару модари нахутак ӯро зиёфат карда буданд. Мойсафед фаҳмид ки ӯро касе ҷеғ мезанад. Сеҳргар ба даруни чуқури нигоҳ карду писаракро дид. Ҳамон замон асояшро ба чуқури дароз кард. Нахутак ба асо сахт часпиду суд ба берун баромад. Писарак ба пирамарди сеҳргар ташаккур гуфту ба сӯи хона давид. Падару модараш нахутакро дида хеле хушҳол шуданд. Аз ин шодӣ барои мардуми деҳа зиёфат доданд. Ҳама хушҳолӣ карданд. Нахутак боз ба хона баргашт. Мо ҳам ҳамроҳи онҳо хушҳолӣ мекунем.